کران پاینده ایران دیدم آقای رایفی پور در باب رضا سقطی که خب یاد دوران کودکی خودش هم افتاده بود چون ایشون هم کلاس قرآن شنیدم زیاد رفته اینو جدی دارم بتون میگم ببین کسانی که کلا بچه مذهبی شما خیلی مذهبی هن این اونایی که زیاد مسجد میرن کلاس قرآن میرن تجربه دارن بالاخره خودشون میدونن چی میگم آقای رایفی پور هم قطعا تجربه داره تجربه این داستان رو ده. خوشبختانه ما از بچگی مسجد نمی و توی این ها و دست جات نبودیم خوشبختانه محلمون هم همه دختر بودن دوست داشتن ایزان برن پیگیر کودکی من باشم ببینن داستان چی بوده ولی من اگه پیگیر کودکی تو باشم براتون خطرناک میشه <تصفح> چون ما که چیزی نداریم ولی همین خیلی رو میایم حرفمون ولی شماها داستان دارید تو کلاسای قرآن به هر حال در واقع این رضا سقطی بهش فشار اومده اومده یه صحبتایی رو کرده که اصلا نوار خالی داره پر میکنه ولی یه چند دقیقه رو گوش کنیم برام جالب بود که اینقدر الان به هم ریختن اینا گوش میدونم این بحثم خیلی پخش خواهد شد خیلی خیلی پخش باید. با خودم سبک سنگین کردم بینی بین الله حجتی جز این پیدا نکردم که بگم بینی بین الله بنده خدا حجتی هم نداره بعد بگه بعد در مورد این داستانا که خودش هم تجربه داره بگه پناه میبرم به خدا که از کنایه گویان بیای جویان باشم اما برادر من اگر میخواید یه جامعه را از هم بپاشانید همین کار را ادامه بدهید اگر میخوایی جامعه ای را نابود کنید همین کار را همین مدلی ادامه بدهید فرق است بین اینکه یک سلبریتی دهن کجی بکند به قانون ارزش های جامعه یک فرد عادی بین یک فرد عادی و یک آقازاده فرق است بین یک فرد دینی و غیر دینی فرق است قانون ندارید تصویب کنید مجلس رو برای همین گذاشتند خطای یک قاری قرآن حافظ قرآن مدا سخنران فرق دارد با خطای یک شاعر عرفی با یک خواننده خاکستری باید ما را بیشتر مجازات کنید چون ما را مردم تابلوی مذهب و دین میدونن تموم شد رفت دیگه ببین شما که عددی نیستی ما خود محمد رو تابلو میدونیم ما خود قرآن رو تابلو میدونیم این مشکل همینه شما در هر باور و هر اندیشه ای آدم عوضی پیدا میشه هر چیز تو بهترین اندیشه رو بیا رو کن بدترین آدم ها تو اون بهترین اندیشه هم پیدا میشن اگه شما باید اون وقت به حساب اون اندیشه بذاری نه شما بدترین اندیشه ها رو برعکس عکس هم داریم بدترین اندیشه ها مثل همین اسلام ما آدم خوب توشون نداریم به خدا پرداریم تو همین جمهوری اسلامی کلی آدم خوبه دقیق کن چرا حرف سنگینی میخوام بزنم در همین جمهوری اسلامی کلی آدم خوبه اتفاقا ما با هم آدم خوبام داشتیم بخششون کار میکردیم واقعا قلبشون برای ایران میتابه اما چون آدم خوب هست در جمهوری اسلامی در بین این مسلمانان آدم خوب هم داریم آیا اسلام درست است یا برعکسش من اعتقاد دارم زرتوش یک دین خیلی منطقیه اگر در زرتوش که یکی دو مورد هم نه صدها مورد داریم آدم عوضی داریم آیا زرتوش بد است ربطی نداره یک ایدئولوژی خوب یا بد ربطی به خوب یا بد بودن پیروان صرفا نداره خود ایدئولوژی ها رو باید بررسی کنیم آقای رایفی پور وقتی که در جایی که آب هست من بارها گفتم تیمم باطل است ما اسلام را بر رفتار تو که بچگی دادی با آقای رضا سقطی که هفته بستی رو آره با اون آقای آی سفری که توی شمال کشور در بندر انزلی قاری قرآن صدا سیما دعوتش کرده نشسته خود ارزایی میکند با اینا ما مقایسه نمی کنیم که بشه خود محمد سوره تحریمش هست سوره احزابش هست ما چیکار به شما داریم وقتی که خود الله حرف زده با ما تو قرآن میاد در باب شنبول طلای محمد آیشه و حفظه رو تهدید کند من الان دیگه مثلا برای خراب کردن اسلام که نمیام بگم ببینید رضا سقطی چیکار کرده بله رضا سقتی هم میشه گو ولی ما ببخشید سند قوی تر داریم ما بسترگستری الله تو داریم سکس فروشی الله داریم الله تو سکس فروش محمده چجوری دیگه بگم بابا اللهت ببخشید پوزش میخوام جا کشه من دیگه چجوری بهت بگم چند از اون کشدارای دیگه هم داره من دیگه با شما کاری ندارم که وقتی سوره و داده آقا سوره احزاب آیه قرآنه آیه سی و هفتش وقتی که محمد تا انقدر شهوت رانه که به زن پسر خودش رحم نمیکنه پسر خوندش زید بن نهارست انقدر آدم شهوانی است که در آیه پنجای احزاب میاد میگه من همه زنا رو میخوام همه زنا مال منن میگه ما چیکار به تو داریم و رضا سقطی داریم و حتی آقای توسی پس بنابراین فکر نکن رضا سقطی نه این کارا رو میکنن دین خراب میشه اسلام شما در ذات خراب است چیزی که خراب است که دیگه خراب است یک گندیده است تو اصلا ذاتش خرابه تو نگران رفتار بقیه نباش الکی هم اینجوری تو اگه خیلی واقعا آدم اندیشمندی بودی میفهمیدی که الله چقدر ورزش خرابه الله خدایی که بیاد ببخشید برای شنبول طلای یک بندهش دو تا بنده دیگرش رو تهدید کنه این الله رو بعد بشاشی بهش بره چرا کسی پاسخ افکار عمومی رو نمیده فکر کردید اگر به چیزی نپردازید شخص دیگری نمی پردازه گذشت 20 سال پیش گذشت 200 سال پیش اینجا جالبه یه اعترافی میکنه از بیشوری اسلام دقت کنید فکر کردید اگر به چیزی نپردازید شخص دیگری نمی پردازه گذشت 20 سال پیش گذشت 200 سال پیش شنیدید که اگر بگن الباطل و یموت کرک که ذکره اینو شنیدید که به باطل نپرداز از بین میره اون اینجا درست نیست یا فکر کردیم مثل این آیه قران که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه فالذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره کسایی که دوست دارن یک فحشایی رو بین مؤمنین گسترش بدن هم تو دنیا باید عذاب بشن هم تو آخرت بگید یه فحشایی رو چوب نزنیم بالا نیاد این دوامیه آیه گفت بچا درست نیست یا فکر کردیم مثل این آیه قرآنه که آیه قرآن بله خب نه الان که از قضا ده مورد هم بهش اضافه میکنه این اینکه اینقدر اینقدر زور میزنه یاد بچگی هاش افتاده که داستان داشته برای همون زور اومده دیگه داستان قصه ما تحت که خود سوخته ولی دقت کنی خیلی نکته مهمی رو داری میگه بدون شوخی نه الان که 20 رو میکنه 50 50 میکنه 70 دا... ببین چه ببین, دن... ببین من بیشتر نمیخوام پردازم خیلی صحبت کرده دوباره این بخش رو میزنیم عقب خودش با زبان خودش میگه قرآن چرند است اصلا بحثی ما نمی‌کنیم دوباره بگو بگید یه فحشایی رو این آخره کسایی که دوست دارن یک فحشایی رو شنیده که اگر از اینجا از اینجا دوباره گوش کنیم اگر بگن الباطل و یموت و که ذکره اینو شنیدید که به باطل نپرداز از بین میره اون اینجا درست نیست یا فکر کردیم مثل آقه این آیه قرآنه که اینالذین یحبون انتشی الفاشه فالذین آمنون لهم عذاب علیم فت دنیا کسایی که دوست دارن یک فحشایی رو بین مؤمنین گسترش بدن هم تو دنیا باید عذاب بشن هم تو آخرت بگید یه فحشایی رو چوب نزنیم بالا نیاد این اون زمانی بود که طرف مقابل شما رسانه نداشت نه الان که از قضا ده مورد هم بهش اضافه میکنه نه الان که بیس رو میکنه پنجا پنجا میکنه افتاد فهمیدی چه سوتی بزرگی داد تو عصبانیت میگه آقا تا آیه قرآن روایت میاره چون نظری وجود داره در بین اینا که آقا شما به قضیه فحشان نپردازید که بزرگ نشم که در صحبت کنی بزرگ میشه میگه آقا بر اساس این آیات قرآن که اینو میگی این مال 20 سال پیش بود الان که دیگه شبکه های اجتماعی مال تکنولوژی مال رسانه داره دشمن دشمن منظور ماهایی میگه ده تا میزه روش و میتونه پخش کنه ما بعد بهش بپردازیم اتفاقا اینجا داره میگه قرآن من بی است خبر نداشه که قرار شبکه اجتماعی بیاد آقا قرآن یا حرفش درست یا غلطه دیگه مگه قرآن نگفته که به این موارد نپردازید که بزرگ نشه خب الان میبینی در عمل شبکه اجتماعی و رسانه که دست رسانه اصلا رسانه نمیدونست قرآن چیه که حالا که رسانه وجود داره میبینی که حرف قرآن کارآمد نیست آقا اسلام ناکارآمد است دیگه ای صدای اینم در اومده خیلی حرف مهمی رو زد. در عین اینکه داره با بیشوری مطلق قضیه رو بررسی میکنه دوست آیه آورد گو آقا این که مثلا ما میگفتیم بر اساس این آیه هم نزنیم که بوش بلند نشه این مال قدیم است مال بیست سال پیش از الان رسانه داره دشمن پس یعنی چی یعنی اسلام تو در تمام موارد ناکارآمد است حتی در حوزه دفاع از این مسائلی که الان داری میگی توصیه های قرآنی با توجه به تکنولوژی امروز ناکارآمد است بعد بندازش تو سیفون بکشی این من اینجا اینجا رو میخواستم یقش رو بگیرم حالا یه دقیقه دیگه هم گوش کنیم افتاده میکنه هزار چرا اجازه میدید جامعه هر بار آماج این شایعات خانمان سوز قرار بگیره حرف های خانمان سوز یا صحت دارد یا ندارد تا که به ذهن مردم مشغول بمونه در ماجرای آقای توسی بالاخره قصه چی بود همون سال بنده سخنرانی کردم گفتم اگه خطای کرده دو برابر بشه صاحب خب حالا اون سال ثابت کردی الان نتیجه خودت چیه آ گروه بابای جمهوری اسلامی من امید دانا همه ما گربه با... رایفی تو آدم خوبی هستی اصلا ماجرای توسی چرا سوال میکنی تو بگو چی بود نفهمیدی بعد از این مدت چی بود سعید توسی تمام بچه قرآنی ها رو ترتیب داد ولی چون نزدیک بیت رهبری بود قضیه رو براش حل و فصل کردن تموم شده الان هم راست راست داده راه میره نفهمیدی یعنی انقدر یعنی بیشوری تو داری از ما سوال میکنی سعید توسی ماجراش چی بود خبر نداری یعنی وقتی که خبر داری چی بود داری سوال میکنی یعنی منفعت طلبی یا خودتو داری به تجاهل میزنی بفرمید بالاخره درست بود یا غلط اگر درست بود چه نوع تعرضی بود کلامی بوده شوخی بوده کامل ترتیب داده بود خودت هم بهتر میدونی در قضیه جدیدی که اخیرا مطرح شده ماجرا چیست اصلا که شما میخواد به کسی اتهامی وارد نشه ماجرا همون است که تو تو بچه گید معلم قرآن با انجام داده همون کارو کرده رضا سقطی منتظر خور با بسیجیای سن بالتر بعد وارد بشید مثلا رو حل کنید به اطلاع مردم برسونید این کار برای خود اون بنده خدا هم بهتره همینجور پنج و پنجا نگه داشتن مثلا حل میشه من نمیدونم برخی از این دوستان چرا با متهم و مجرم همزاد پنداری میکنن چرا خودتون جای مردم نمیذارید میره چرا تو نمیدونی برای اینکه اگه سعید سیر بیان بیا برو رضا سقطی رو بیا بیا کنن اونا اونام اطلاع دارن خود طرف میگن آقا روتب خورده کی من رطب کو خوردن رطب کنن خودش این رطب رو خوردن آقا شما ایزان بچه مثلا همهتون کلی کسافت کاری دارید نمیتونه ببین این میدون داره نواخالی پر میکنه دیگه ولی بگذریم بقیه حرفاشو مهم نیست نمیتونه حکومت نمیتونه بیاد بگه سعید توسی رو میکشن بالا رضا سقطی رو میکشن بالا اگر قرار است مس گیرن هر آن کس هست باید در شهر گیرن به قضیه اینه نمیتونه ولی تو اعتراف بزرگی کردی گفتی قرآن گفته هم نزنیم این مال قدیمه الان ما دیگه رسانه وجود داره پس یعنی چی یعنی قرآن چرن گفته قرآن خبر نداشته پس نگی قرآن کامله ما وقتی بهتون میگیم قرآن ناکار آمده است الا ببین شما تو عمل خودتون میبینید قرآن ناکار ولی بالاخره نونتون از همین چرت و پرتاست دیگه عاشقتونم شب روزگار خوش پاینده ایران بدرود